سرخط خبرها. قدرت نمایی ارتش ایران در برابر ویروس کرونا، سربازان به جای اسلحه با تجهیزات پزشکی رژه رفتند. آمادگی آلمان برای بازگشت به حالت عادی از هفته آینده، دولت میگوید کرونا تحت کنترل است. جهش 50% آمار رسمی قربانیان کرونا در ووهان، دولت چین میگوید فرصت نکرده بود موارد را دقیق بررسی کند. برای دویدن آماده میشوم، ماسک میزنم و خیابان. وقتی از دویدن در کرونا حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم؟ سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در ایران مراسم روز ارتش تحت تاثیر شیوع کرونا به شکلی کاملا متفاوت برگزار شد. در سراسر کشور نیروهای نظامی تجهیزات پزشکی خود را به نمایش گذاشتند. ویروس کرونا در ایران همچنان قربانی می‌گیرد، هرچند به گفته مقامات دولتی افزایش شمار جان باختگان سیر نزولی دارد. بر اساس آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده، از دیروز حدود 1500 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 89 نفر جانشان را از دست دادند. کیوان حسین گزارش می‌دهد. نه از توپ و تانک خبری هست و نه رژه منظم سربازان مسلح. روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 99 مانند بسیاری دیگر از اتفاقات این روزها زیر سایه سنگین کرونا بدین شکل برگزار شد. نمایش تبلیغاتی دفاع، اما نه در برابر یک ارتش خارجی، بلکه در برابر یک ویروس فراگیر. ظرف 24 ساعت اخیر 1499 نفر. اگرچه آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید برخی ناظران مستقل روبروست، اما به هر حال همین آمار نشان می‌دهند که شیوع کرونا در کشور ادامه دارد، خبری که چند هفته است هر روز از زبان این مقام وزارت بهداشت منتشر می‌شود. کیانوش جهانپور که حالا دیگر یکی از آشناترین چهره‌های کرونای ایران است. بر اساس آماری که آقای جهانپور در روز جمعه منتشر کرد، در 24 ساعت گذشته 89 نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. همچنین تست ویروس کرونا نزدیک به 1500 نفر نیز مثبت بوده. با احتساب این آمارها، تعداد کل قربانیان ویروس کرونا از روز نخست تا روز جمعه بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران نزدیک به 5000 نفر است. همچنین تعداد کل مبتلایان نیز به آستانه 78 هزار نفر رسیده و البته از این تعداد حدود 54 هزار نفر نیز بهبود یافتند. اما به رغم این آمارها و تصاویری که تلویزیون دولتی ایران از بیمارستانها و دشواری‌های کادر درمانی پخش می‌کند، مسیر بازگشایی برخی صنوف و کاهش سختگیری‌های پیشین ادامه دارد. تولیت آستان قدس از احتمال بازگشایی زیارتگاه امام رضا در مشهد خبر داده و گفته دستورالعملی برای این کار تهیه شده. این مسائل به نگرانی‌های دامن زده و وضعیت مبهمی به وجود آورده که موجب شد تا حتی یکی از معاونین وزارت بهداشت نیز درباره مسئله هشدار بدهد و تاکید کند که فاصله گذاری اجتماعی باید همچنان رعایت شود و وضعیت به هیچ وجه عادی نیست. همه اینها در حالی است که دولت با انتقادهای فزاینده‌ای درباره چگونگی برخورد با کرونا روبروست، انتقادهایی که موجب شد تا شخص وزیر بهداشت روز جمعه با انتشار یک نامه سرگشاده به تعدادی از آنها پاسخ بدهد. وزیر بهداشت نامه‌اش را خطاب به مسعود نیلی از اقتصاددانهایی که زمانی به حسن روحانی نزدیک بود نوشته است. او در پاسخ به انتقادهای نیلی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده بودند، مدعی شده که از ابتدا خواستار لغو پروازها از چین بوده، اما توضیح نداده که این ایده او چه اثری گذاشته و آیا اجرا شده است یا نه. برای این گروه، یعنی بیماران و پزشکان و پرستارانی که هفته هاست شب و روزشان به کرونا گره خورده، حالا صحبت از لغو پرواز آنقدر اثر بخش نیست که برنامه‌ریزی امروز برای حل مسئله و البته تدابیری برای جلوگیری از شیوع وسیع‌تر کرونا اهمیت دارد. یعنی همان نگرانی قابل توجه که با کاهش محدودیت‌های رفت و آمدها به شدت افزایش یافته. کیوان حسینی، بی بی سی.
پویا قربانی همکارم اینجا از لندن به ما پیوسته. پویا، این در مورد این دستگاه ویروسیاب همچنان داره اخبار تازه‌ای منتشر میشه، الان جزئیات بیشتری داریم در موردش، بیشتر بگو. ناجی، همین بعد از همین تصاویری که دیدیم امروز روز ارتش بود در ایران، بعد از رژه ارتش فرمانده نیروی زمینی در جمع خبرنگاران اومده و از یک دستاورد ارتش امروز صحبت کرده، وسیله‌ای که میتونه به شعاع 200 متر مربع، اینجوری که فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته، هر نوع ویروسی رو نابود کنه. گفته که حالا فعلا رونمایی نمی‌کنیم، فرصت نبوده، ولی در روزهای آینده هم از این نابودگر ویروس که احتمالاً شاید به شعاع 8 متر باشه، اونجوری که چون مساحت اون محیط رو گفته، و همینطور از سامانه تشخیصی، یعنی ارتش هم پا به میدون این حالا رقابت شاید بشه اسمشو بذاریم، اونجوری که در سوشال میدیا هم میبینیم، با سپاه گذاشته و از دستاوردهای خودش داره صحبت میکنه. ما میدونیم که فعلا اینجوری که گفته شده، هزینه اون چیزی که سپاه به عنوان تشخیصگر ویروس کرونا ازش نام میبره تا حالا 800 میلیون تومان برابر شده اون چیزی که خودشون میگن، و ولی خب در سوشال میدیا همونطور که گفتی واکنش های خیلی زیادی داریم در مورد همین. و این واکنش ها چی بوده؟ ببین، یک فکت نامه، یک وبسایتی که داره راستی آزمایی میکنه اینها رو و خب در توییتر هم فعال هست، دیروز و دیشب اومده سیر محصولات مشابه این رو در ایران بررسی کرده، برمیگرده به سال 88. این محصولاتی که خیلی شبیه همین تشخیص دهنده ویروس کرونا سپاه ازش نام میبره، قبلا به عنوان تشخیص دهنده هر نوع ماده جامد و مایع یا همینطور تشخیص دهنده سوخت برای اینکه جلوی مثلا قاچاق سوخت گرفته بشه، با همین آنتن‌های شبیه به همین و همین دسته‌های جویستیکی شبیه همین تصاویرش هست، و همونطور که گفتم در مورد قاچاق سوخت ازش نام برده شده، در مورد بمب‌ها همونطور که در همکارمون در بولتن قبلی گفت، در مصر و عراق قبلا به دروغ فروخته شده. و ولی خب همونطور که دیدیم وزارت بهداشت هم در این مورد اظهار نظر کرده، گفته که این وسیله‌ای که سپاه ازش داره نام میبره تاییدیه وزارت بهداشت نداره. انجمن فیزیک ایران در این مورد حرف زده، گفته که هیچ وسیله‌ای هنوز بشر نساخته که بتونه ابعاد ویروسی که به ابعاد نانومتری میرسه رو، اون هم از اون چیزی که گفتن در از فاصله 100 متری، تشخیص بده. وزارت خارجه آمریکا فکر کنم دو روز پیش یا دیروز بود که یه توییت طعنه‌وار نوشته بود و این دستاورد رو در حقیقت یه جور به استهزا کرد و گفته بود، برگشته بود به همون سخنان آقای خامنه‌ای که به جن اشاره کرد و دشمنان جنی، گفته بود که آیا شما میخواید جنیاب هم بعد از این بسازید. به هر حال بازار استهزا و اظهار نظر در این مورد زیاده، ولی همونطور که گفتم در ایران دست کم از سال 88 به این ور این مشابه، بسیار مشابه هم محصول تصاویرش هست که در حقیقت داره عنوان میشه که استفاده بکنیم. متشکرم ازت پویا قربانی. چین میگوید شماره جانباختگان کرونا در ووهان، شهری که این ویروس اولین بار در آن دیده شد، 50% بیشتر از آماری است که پیشتر اعلام شده بود. به گفته پکن، بعد از بازبینی آمار، شماره قربانیان در کل کشور حالا به حدود 5000 نفر رسیده. در آمریکا هم رئیس جمهوری طرحی مرحله‌ای برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی ارائه کرده. همزمان آلمان گفته کرونا را تحت کنترل درآورده و میتوان کسب و کارها را به تدریج از هفته آینده بازگشایی کرد. باران عباسی گزارش می‌دهد. خداحافظی با ووهان، نقطه آغاز شروع بحران. پایان نزدیک به 3 ماه نبرد با کرونا برای 4000 نظامی چینی. اعلام پیروزی بر این بیماری و بازگشت به خانه. اما این ویروس بسیار بیشتر از آنچه قبلا اعلام شده بود قربانی گرفته. شماره رسمی جانباختگان در ووهان حالا 4000 نفر است، 50% بیشتر از قبل. دولت چین پیشتر متهم شده بود که عمدن شمار قربانیان را کم اعلام می کند. اما پکن می گوید پنهانکاری در کار نبوده، بلکه با پشت سر گذاشتن بحران حالا توانسته آمار را بازبینی کند.
کرونا روی اقتصاد چین هم اثری کم سابقه گذاشته. بسته شدن بسیاری از کارخانه ها و کسب و کارها باعث شده دومین اقتصاد بزرگ جهان نسبت به پارسال 6.8% کوچک شود. کانون بیماری اما این روزها بزرگترین اقتصاد جهان است. کرونا اینجا جان بیش از 32,000 نفر را گرفته و آمریکا را با شدیدترین موج بیکاری در یک قرن گذشته مواجه کرده. شرایطی که باعث شده دونالد ترامپ از طرح رفع تدریجی محدودیت‌ها پرده بردارد. ما کشورمون رو بازگشایی می‌کنیم. مجبوریم این کار رو بکنیم. آمریکا و آمریکایی‌ها می‌خوان درهای اقتصاد باز باشه. رئیس جمهوری آمریکا گفته این طرح مرحله به مرحله خواهد بود و تصمیم گیری درباره رفع محدودیت‌ها در هر ایالتی به عهده فرمانداران است. با تعطیلی بسیاری از کسب و کارها در یک ماه گذشته 22 میلیون آمریکایی کار خود را از دست دادن و صف‌های دریافت غذای مجانی طولانی تر شده. اما در آلمان از کشورهای موفق در مقابله با کرونا، قرار است بعضی از کسب و کارها از هفته دیگر باز شوند. وزیر بهداشت میگوید این بیماری تحت کنترل در آمده و احتمال انتقالش به دیگران به زیر 1% رسیده. در مقایسه با دیگر کشورها آلمان خوب عمل کرده. این باعث دلگرمی ماست ولی نباید بیش از حد خوشبینمون کنه. این خیلی مهمه. من با تصمیم صدراعظم و مقامهای محلی موافقم که کاهش محدودیت ها باید حتما تدریجی باشه. نگاه حالا به آفریقاست، قاره‌ای که ممکن است به تازه ترین مرکز شیوع کرونا تبدیل شود. هفته پیش اینجا شاهد جهشی شدید در شیوع بیماری بود، با 18,000 مبتلای جدید و بیش از 1,000 جان باخته. سازمان بهداشت جهانی میگوید کرونا در آفریقا بسیار مرگبارتر از اروپا و آمریکا خواهد بود. اما در میانه مرگ و بیماری، اینجا در نیویورک بهانه‌ای برای شادی و امیدواری. لحظه دیدار مادری بهبود یافته از کرونا و فرزندش برای اولین بار، 10 روز بعد از زایمان. وقت خداحافظی و بازگشت به خانه با پایان روزهای سخت بیماری. باران عباسی، بی بی سی. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی از پاریس با ما هستند. آقای خاوند، همونطور که در گزارش همکارم هم اشاره شد، 6.8% اقتصاد چین نسبت به سال قبل کوچکتر شده. با توجه به اینکه دومین اقتصاد بزرگ جهان هست، این چه تأثیری بر اقتصاد در جهان میگذاره، کوچک شدن چین، اقتصاد چین؟ عرض کنم که این برای اولین بار بعد از انقلاب فرهنگی چین در پایانش در 1976 است که چین با چنین فروریزی در سطح تولید ناخالص داخلیش روبرو میشه و همونطور که گفتیم دومین اقتصاد دنیاست. ولی فراموش نکنیم که چین اولین صادر کننده کالا به دنیاست. 2500 میلیارد دلار چین هر سال کالا صادر میکنه به دنیا و از طرف دیگه، و اینم خیلی مهمه، دومین وارد کننده کالا هست در جهان، دومین بازار جهان هست بعد از ایالات متحده. چینی ها 2200 میلیارد دلار کالا وارد کشورشون میکنند. خب وقتی که این بازار با چنین رکودی روبرو میشه، طبعا خیلی از کشورهایی که روی بازار چین حساب میکردند دچار ضرر میشن و به خصوص کشورهای در حال توسعه و از همه مهمتر چیزی که برای ایرانی ها خیلی مهمه، آشنا هستن با اون، صادرات نفته. یکی از دلایل اصلی فروریزی تاریخی قیمت نفت در دنیا این هست که بازار چین دیگه اون توانایی رو برای جذب انرژی نداره و به همین علت هست که در مجموع برای نفت، برای مواد اولیه وضعیت چین یک ضربه ای هست، یک ضرر هنگفتی است برای کشورهایی که از الان از آفریقا صحبت کردید، به خصوص آفریقایی ها در این زمینه به شدت تحت تاثیر سقوط اقتصادی چین قرار می گیرند. به کشورهای در حال توسعه اشاره کردید، به طور مشخص کدوم کشورها بیش از همه آسیب خواهند دید از این کوچکتر شدن اقتصاد چین؟ مهمترین کشورهایی که آسیب می‌بینن کشورهای صادرکننده مواد خام هستند. از وقتی که چین شروع کرد به پیشرفت از حدود 40 سال پیش به این طرف،
کشورهای آفریقایی به خصوص توانستند با صدور کالا به این به چین از یک رشد نسبتاً خوبی برخوردار باشن. برای اولین بار هست بعد از این همه مدت که اقتصاد آفریقا از لحاظ نرخ رشد پایین میره به شدت و حتی ممکنه زیر صفر قرار بگیره در سال جاری. دلیل عمدش هم از نفس افتادن اقتصاد چین است. از طرف دیگه میشه گفت که کشورهای منطقه آسیایی اقیانوس آرام که خیلی خیلی به بازار چین وابستن، از ژاپن گرفته کره جنوبی گرفته تا کشورهای هندوچین، اینها به اندونزی و غیره، اینها به چین صادرات زیادی داشتند و رشدشون تا اندازه زیادی در ارتباط با رشد اقتصادی چین بود. در مرحله فعلی اونها هم دچار زیان خواهند شد. متشکرم از شما فریدون خواوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مراسم روز ارتش در ایران تحت تاثیر شیوع کرونا به شکل کاملا متفاوت برگزار شد. چین میگوید شمار جانباختگان کرونا در ووهان 50% بیشتر از آماری است که پیشتر اعلام کرده بود. در ادامه برنامه، برای دویدن آماده میشوم، ماسک میزنم. دوندگی در دوران کرونا، تجربه خبرنگار بی بی سی از دویدن در نیویورک. همانطور که گفته شد، دونالد ترامپ دستورالعملی برای بازگشایی مجدد فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در آمریکا ارائه کرده. این راهنما به ایالت‌ها اجازه می‌دهد در سه مرحله به تدریج مقررات منع تردد را کاهش دهند و کسب و کارها را باز کنند. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، این سند را مبهم و ناهمگون توصیف کرده. فرمانداران پرجمعیت‌ترین ایالت‌ها محدودیت‌ها را یک ماه دیگر تمدید کردند. بهمن کدباسی، خبرنگارمون در نیویورک با ماست. بیشتر بهمون در مورد این دستورالعمل بگو و اینکه چقدر واقعا ایالت‌ها در آمریکا آماده اجرای اون هستند. بهمن، مشخصه که حرفایی که آقای ترامپ چند روز پیش از اون زده بود که من قدرت اجرایی و اختیار حقوقی رو دارم که تصمیم بگیرم چه زمانی ایالت‌های مختلف کسب و کارها رو دوباره از سر بگیرن و حالت عادی برگرده رو، درست نبوده، چون مشاوران حقوقیش به او گفتن که نهایتاً فرمانداران هستند که این تصمیم رو میگیرن. در اینچه این راهنما نشانی از اقداری عقب نشینی از اون موضع هست و در این راهنما دارد میگوید که ما میسپاریم به فرمانداران که اگر بر اساس این راهنما تعداد کسانی که در ایالتشون مبتلا شدن به ویروس کرونا همچنان رو به کاهش باشه هر 14 روز، این سه مرحله کاهش محدودیت‌ها در اون ایالت‌ها اجرا بشه. ولی در نهایت باز هم خود فرمانداران هستن که تصمیم میگیرن که روند کاهش ابتلا چگونه بوده در ایالتشون و بر اساسش عمل بکنن. در ایالت نیویورک دیروز فرماندار اینجا گفت که تا یک ماه دیگه محدودیت ها ادامه پیدا خواهد کرد و فراتر از اون ایالت های دیگر هم منوط به این کردن که ببینن چقدر این فاصله گیری اجتماعی مؤثر بوده در کاهش تعداد مبتلایان. در این راهنما در عینی که یک چشم‌اندازی رو مشخص میکنه، ولی در عمل آقای ترامپ تصمیم گیری رو سپرده به خود ایالت ها و فراتر از اون سوال هایی هم که مطرحه این است که بدون یک استراتژی ملی برای تست کردن به صورت گسترده آیا اساساً میتوان به سمت یک بازگشایی رفت یا نه. تا این لحظه 3,300,000 تست انجام شده در آمریکا که پیشرفت هست نسبت به ماهای گذشته که خیلی کم بود تست، ولی الان باز هم در برابر جمعیت 330 میلیونی بسیار ناچیزه و نسبت به جمعیت از کره جنوبی یا آلمان همچنان آمریکا عقبتر هست از نظر تعداد تست. و بسیاری از کارشناسان میگویند که هیچ یک از این راهنماها و گامهایی که اندیشیده شده برای بازگشایی قابل اجرا نیست، مگر اینکه بشود در سطح ملی چندین میلیون بیشتر از این چیزی که الان هستیم، چندین ده میلیون بیشتر تست انجام بشه تا مشخص بشه که در کجای کشور همچنان نگرانی وجود داره و کجا به سمت کاهش چشمگیر مبتلایان خواهیم رفت. در نتیجه این کشمکشی که بین دولت فدرال، دولت آقای ترامپ وجود داره و ایالت‌ها همچنان ادامه داره و این واقعیت که انتقادهایی که به دولت آقای ترامپ هم شده حتی بعد از اعلام این راهنما هم فروکش نکرده و بسیاری معتقدند که کافی نیست برای اینکه مطمئن بشیم میتوان به حالت عادی بازگشت بدون نگرانی از افزایش دوباره ابتلا به ویروس کرونا. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک.
شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان از 900 نفر گذشت. وزارت صحت عامه گفته در 24 ساعت گذشته 66 مورد جدید در این کشور به ثبت رسیده. وزارت امور داخله هم گفته پلیس با کسانی که گشت و گذار غیر ضروری بکنند برخورد خواهد کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان با ما هستند. آقای آریان، از هشدارتون اینطور برمیاد که شماری از مردم هنوز این مقررات رو جدی نمیگیرند. با سلام خدمت شما. دیروز در پی فیصله جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تمدید رخصتی ها تا سه هفته دیگر، وزارت امور داخله هم به اساس این فیصله یک اعلامیه را با شهروندا و با همتنان ما شریک ساخت که در اعلامیه ما از تمدید قیودات گشت و گذار در پایتخت یادآوری کردیم و یک بار دیگر به ادامه دور اول قیود گشت و گذار که پایان دادیم، با آغاز دور دوم از شهروندان کابل و پایتخت خواستیم که از قیود گشت و گذار به گونه غیر ضروری خودداری بکنن و مو شرایط را ما یک بار دیگر همراه شهروندان پایتخت شریک ساختیم که تحت کدام شرایط میتونن تعدادی که اگر خواسته باشند در شهر گشت و گذار بکنن به رفع نیازمندی هایشان یک وضاحت دوباره هم داده شده که در این امو کتگوری کسایی که بر اساس نیازمندی میخواین در شهر گشت و گذار بکنن ما رو وضاحت دادیم، کسایی که خدمات صحی، خدمات امنیتی و خدمات غذایی نیاز داشته باشند اینا مستثنا هستند. در جمع بعضی از مامورین عالی رتبه خدماتی که در نهادهای عالی مثل ریاست جمهوری، مثل نهادهای قوای مسلح افغانستان، سکتور امنیتی ما، سکتور خدماتی اینا مستثنا هستند که کارمندایشان در سطح بالا میتونن به وظایفشان برن و البته رسانه ها هم جزء از این مسئله هستند، فابریکات، صرافی ها و اگر که آقای آریان مردم همچنان اگر که این قوانین رو زیر پا بگذارن تدابیر بعدی دولت چه خواهد بود؟ ما قطعا در اعلامی که شب گذشته ما نشر کردیم و او را به سمع شهروندای پایتخت رساندیم به او این موضوع را تسجیل دادیم که کسانی که غیر ضروری تشخیص شود که در شهر گشت و گذار میکنند قطعا مورد بازپرس پلیس قرار میگیرند. ما میخواهیم که وضعیت کنترل شود. ما به طرف روزهای روان هستیم که دیروز تصمیم به تمدید رخصتی و تمدید قیود گشت و گذار شده و ما در هرات هم به عنوان خواستگاه یا به عنوان اولین ولایت که منشأ ویروس کرونا است از دیروز به این طرف قیود شدید گشت و گذار را داریم. ای به این معناست که باید وضعیت کنترل شود، شهروندا باید همکاری بکنند، این تاکید ما است. در صورتی که بی‌اعتنایی ببینیم، در صورتی که پلیس متوجه بی‌اعتنایی شود قطعا مخاطبین و کسایی که قصد نقض کردن قیود داشته باشند مورد بازپرس قرار می‌گیرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان، متشکرم از شما. شش پیمانکار پایگاه هوایی بگرام در ولایت پروان افغانستان دیشب بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شدند. سخنگوی والی پروان به بی بی سی گفت در این حمله سه نفر دیگر زخمی شدند. دو طالبان را مسئول دانسته اما سخنگوی این گروه دست داشتن طالبان در این حمله را رد کرده. پایگاه بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان است. شهردار لندن از دولت خواسته استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی اجباری شود. او این درخواست را در پی مرگ حدود 20 راننده اتوبوس در لندن به علت ابتلا به کرونا مطرح کرده. صادق خان گفته شواهد بسیاری در جهان وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده از ماسک و پوشاندن صورت باعث جلوگیری از سرایت کرونا می‌شود. لندن با بیش از 3300 مورد بالاترین آمار قربانیان کرونا را در بریتانیا دارد. فرماندار نیویورک قرنطینه خانگی را حدود یک ماه تمدید کرده. علی‌رغم محدودیت‌ها، دونده‌های شهر اما راه‌های برای دویدن روزانه خود پیدا کردند. تام بروک خبرنگار بی بی سی هم که خودش دونده است به پارک مرکزی نیویورک رفته و از حال و هوای آنجا گزارش می‌دهد. هر روز صبح ساعت زنگ می‌زند و رادیو خبرهای بد بیشتری می‌دهد. بلند می شوم، قهوه می خورم و برای دویدن آماده می شوم. ماسک می زنم و به خیابان می روم.
خانه‌ام با پارک مرکزی 30 ثانیه فاصله دارد. آنجا دونده‌های دیگر را می‌بینم و با آنها حرف می‌زنم. البته با رعایت فاصله اجتماعی. در پارک هستند اما فکرشان مشغول کرونا است. همش دارم بهش فکر میکنم، دوروبرم رو نگاه میکنم و کسانی رو میبینم که ماسک نزدن و نزدیک به هم وایستادن. به خودم هشدار میدم که ازشون دوری کنم. وست درایف بخشی از مسیر دویدنم است. در سمت راستم ساختمانهای بلند دو قلو قرار دارند و بعد از آن آپارتمانی که در آن جان لنون خواننده سابق بیتل ها در 1980 کشته شد. و بعد به استرابری فیلدز، محل یاد بوده جان لنون میرسم، جایی که این خواننده با خواندن ترانه ای از جان لنون سعی دارد به رهگذران کمی آرامش ببخشد. از آنجا به خیابان 77 شرقی میروم و بعد از دو بلوک به منطقه جنگی میرسم. بیمارستان لنوکس هیل در خط مقدم قرار دارد. دستگاه های اکسیژن بیشتر از راه رسیدند. پشت ساختمان دو کامیون یخچالی بزرگ قرار دارند برای مرده ها. یک راننده آمبولانس که داوطلبانه از فلوریدا برای کمک به اینجا آمده بازخورد مثبتی از مردم گرفته. میگوید مردم او را دوست دارند و از او بسیار تشکر کردند. هر زمان که یک بیمار مبتلا به کرونا را از دستگاه اکسیژن جدا می کند و مرخص می شود، یک ترانه از بیتل ها از بلندگوی بیمارستان پخش می شود. چند روزی است که این ترانه ها بیشتر شنیده می شوند. به پارک برمی گردم و یک نشانه تلخ دیگر می بینم. یک بیمارستان موقت در حال ساخته شدن است. بیمارستانی که خیریه سازندهش به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. این خیریه متهم است که نسبت به همجنسگراها تبعیض قائل می شود. بیمارستان از 14 چادر تشکیل شده. تو نیویورک زمان وحشتناکیه. با وجود کاهش بستری شدنها، ترس از ابتلا و مرگ همه جا هست. چالش بالا نگه داشتن روحی همچنان ادامه داره. تام بروک، BBC نیوز، نیویورک. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی BBC هستید.